اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم وقتلتهم وظالميهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما روزداران و میهمانان سفره کرم الهی در ماه مبارک رمضان. طاعات و عبادات همگی مقبول باشه و انشاءالله که در سلامت و عافیت باشید. امشب هم افتخار دارم در خدمت شما عزیزان هستم از سرزمین مقدس کربلا با برنامه معراج و خدمت کارشناس محترم برنامه حاجی بهره‌مند هستم. به نیابت از همه شما سروران خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر. محضر همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم همه خواهران و برادران عزیز مولد لطف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند و خدای عز و جل به برکت وجود امام زمان سلام الله علیه گرفتاری را از همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم انشاءالله برطرف فرماید. الهی آمین. در جلسه گذشته در خصوص بخل و نشانه های بخل برامون فرمودید و رسیدیم به حدیث شریفی از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در اون انسان ها رو چهار دسته فرمودن حضرتش: انسان های با سخاوت، انسان های کریم و اشخاص بخیل و لعین. نشانه هایی رو برای هر کدوم ذکر فرمودن. اگر که محبت بفرمایید این حدیث رو برامون توضیح بفرمایید ممنون میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على المهدی و على آبائه. بخل یک صفت قلبیه، یک صفت روحیه، یعنی ظاهر نیست، از راه علامت و از راه نشانه به آن پی میبریم. از کجا معلومه یک نفر انسان دارای بخله و از کجا بفهمد خود شخص آدم بخیلیه؟ لذا روایات معصومین علیهم السلام ما رو کمک میکنه برای پیدا کردن نشانه های انسان بخیل. روایتی که در جلسه گذشته از محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شد، آقا رسول الله مردان را، یعنی انسان را، به چهار قسم تقسیم کردن. اولا فرمودن انسان سخی با سخاوت، دوم انسان کریم، سوم انسان بخیل و چهارم انسان لعین. تعریف این چهار تا فرد چی از نظر روایات؟ آقا رسول الله می فرماید از سخی الذی یأکل و یعطی. آدم با سخاوت اون کسی که اگر به مهمانی مثلا وعدش بگیرن دعوت رو قبول میکنه، به مهمانی حاضر میشه، دست رد به سینه کسی نمیزنه. دعوتش کردن، اذا دعیتم فعجیبو، دعوتش کردن بگه میام. چشم، بخلی از این جهت نداره. یأکل، و چنانچه خدا بهش لطفی کرده، مرحمتی کرده، مالی بهش داده است، اون مال را عطا میکنه به دیگران. هم اگر دعوتش کردن حاضر میشه سر سفره دیگران، به دعوت دیگران حاضر میشه، ضمناً دیگران را هم سر سفره خودش میخونه، سفره پهن میکنه که دیگران هم از این نعمتی که خدا بهش مرحمت کرده، دیگران هم از این نعمت استفاده کنند. به این شخص میگن انسان سخی، انسان با سخاوت. یأکل و یعطی، هم استفاده میکنه
هم اجازه میدهد که دیگران از نعمت الهی استفاده کنند. بالاتر از این انسان با سخاوت، کریم، بالاتر از سخی انسان با جود و کرم، انسان کریم. کریم اون کسی است که میفرماید الذی لا یأکل و یعطی، کسی که خودش نمیخورد که دیگران بخورند، خودش در ناراحتیه که دیگران در آسودگی زندگی کنند. یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران را بر خود مقدم میکنند. لا یأکل اما یعطی، نمیخورد ولی به دیگران لطف میکنه، لطف شامل حال دیگران میشود اگرچه خودش در محرومیت به سر میبرد، با نداری به دیگران کمک میکنه. در زمان نیاز و احتیاج با اینکه خود محتاج است به دیگران لطفش میرسد. اینه میگن انسان کریم. بخیل کیه؟ آقا رسول الله میفرماید الذی یأکل ولا یعطی، سر سفره دیگران حاضر میشه، هر جا مال مفتیه اونجا همونجا سر کلش پیدا میشه. یأکل، کل بر دیگرانه اما خودش به کسی هیچی نمیده. سفره مفت اگر جایی مجانی جایی پیدا شد، اول کسی که حاضری میزنه خودشه، اونجا حاضر میشه، از سفره دیگران میخورد اما هیچ وقت سفره‌ای برای دیگران نداره. دائما این کل بر دیگرانه، کلاشه، کلاشی میکنه. این میگن انسان بخیل. یأکل ولا یعطی، میخورد اما به کسی هیچی نمیدهد. از این بدتر هم کسی هست؟ بله. آقا رسول الله میفرماید بدتر از این انسان لعیمه. لعیم کیه؟ لعیم این اون انسان خیلی پست، الذی لا یأکل ولا یعطی، نمیخورد نه به کسی چیزی میدهد. اونی که خدا بهش داده، خدا بهش لطف کرده، مال داده، ثروت بهش داده، از نعمت الهی استفاده نمی کند و چیزی از این نعمت الهی را به دیگران هم نمی دهد، نه خود می خورد نه به دیگران می دهد. این انسان چیه؟ لعیم، انسان پستیه. پس بنابراین در این روایت علامت و نشونه انسان بخیل برای ما بیان می کند که سر سفره دیگران حاضر میشه اما هیچ وقت سفره برای دیگران ندارد. این یک علامت و یک نشانه است. از علائم و نشانه های دیگر انسان بخیل که آقا رسول الله می فرماید بخیلی که حقا بخیله، واقعا بخیله، در نهایت بخله. انما، این انما اداه حصره، انما البخیل و حق البخیل، بخیلی که واقعا حقیقتا بخیل است. الذی یمنع الزکات المفروضه فی ماله، اون زکاتی که واجب شده است از طرف خدای متعال در مالش، اون را منع میکنه. و یمنعون الماعون، منع زکات میکنه. خداوند در مالش حقی قرار داده است برای مساکین، برای فقرا، برای بیچارگان. اگر بهشون بده روح بلندی پیدا میکنه. زکات است. زکات رو چرا بهش میگن زکات؟ چون مایه رشد است. رشد میکنه، مالش هم زیاد میشه، اما متاسفانه بخل میورزد و زکات مفروضه را از دادنش خودداری میکند. این میفرماید رسول الله، میفرماید این
بخیلیه که حق البخیل است. حقیقتا واقعا این شخص بخیله. امام صادق سلام الله علیه در بیان نشانه های انسان بخیل میفرماید من کسب مالا من غیر حله و انفقه فی غیر حقه. آدم بخیل اون کسیه که مال را از راه حلال به دست نیاورده، دزدی کرده، اختلاس کرده، غش در معامله کرده، قماربازی کرده، خب این از راه حلال اون مال به دست نیاورده، تازه انفاق میکنه و صرف میکنه، خرج میکنه این مال را که از راه ناحق به دست آورده است در طریق ناحق، نه به دست آوردنش حق است و نه خرج کردنش حق است. حاضر در معصیت الهی مال را خرج کنه اما در راه طاعت مالش را خرج نمی کنه، در راه حفظ دین مالش را خرج نمی کنه، در راه دستگیری از نیازمندان و فقرا مالش را خرج نمی کنه، برای دفاع از قرآن کریم مالش را خرج نمی کنه. می فرماید آدم بخیل نشونش اینه، کسبش حرام و انفاقاتش انفاقات نادرستیه، انفاقاتش موردی نداره، در غیر مورد خودش انفاق میکنه. از نشانه های دیگر انسان بخیل اینه که در راحتی و آسایش نیست آدم بخیل، همیشه از درون ناراحت است. خدا آسایش و راحتی را از زندگیش میگیره انسانی که بخیله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک فرمایشی میفرماید اقل الناس راحتا البخیل. دنیا جای راحتی و آسایش نیست، خدا راحتی و آسایش را برای عالم قبر و برزخ و قیامت قرار داده است. قیامت باید جای راحتی انسان باشه. دنیا دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، جای راحتی نیست، جای ناراحتیه، همه از دنیا ناراحتی میبینن، لیکن انسان باید در این ناراحتی های دنیا صبر کنه. میفرماد کمترین مردم از جهت راحتی و آسایش آدم بخیل. آدم بخیل این ناراحتی او و عدم آسایش او، عدم آرامش او از همه بیشتر است. اقل الناس راحتا البخیل. یا آقا امام صادق سلام الله علیه در یک بیان کوتاهی میفرماید لیس لبخیل راحه. این راحه نکره است، در سیاق نفی افاده عموم میکنه. میفرماید اصلا آدم بخیل هیچ راحتی نداره، هیچ آرامش نداره، هیچ آسایش نداره، دائما در ناراحتی به سر میبره، دائما در عدم آرامش به سر میبره. ابیاتی منسوب به مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه به صورت مناجات با خدای عز و جل میفرماید خلقت الخلائق فی قدرت. بار پروردگار همه خلائق را، خلائق آسمانی و زمینی را از روی قدرت خود اونها را آفریدی. فمنهم سخی و منهم بخیل. دو قسم میشن مخلوقاتت، یه عدشون با سخاوتن، یه عدشون دارای بخلن. فاما السخی ففی راحت. مولا میفرماید آدم سخی، آدم با سخاوت، این در راحتی آرامش روحی به سر میبره. چرا؟ چون مالش را انفاق میکنه در راه رضای خدای عز و جل، این احساس راحتی میکنه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این
انفاق در راه خدا، یاد خدای عز و جل، ذکر خدای عز و جل، این در راحتی به سر میبره. و اما البخیل فشوم طویل، آدم بخیل در ناراحتی و در نامبارکی طولانی به سر میبره، از زندگیش نامبارکه، زندگیش ناهماهنگ با زندگی دیگران و در ناراحتی، اونم ناراحتی طولانی آدم بخیل به سر میبرد. بنابراین این هم یکی از علائم و نشانه های انسان بخیله. نکته حائز اهمیتی که اینجا هست که از روایات استفاده می شود اینه که دو مورد از مصادیق انسان بخیل را روایات ما برای ما مشخص می کنن. یکی از موارد بخل اینه که انسان از سلام کردن به دیگران بخل ببرزه، اگه سلام دیگه معونه ای نداره، سلام کردن خیلی کار راحت و آسودهیه، سهل و راحتیه، اما چون بخیله از سلام کردن به دیگران بخل میورزه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین مردم اون کسیه که نسبت به سلام کردن به دیگران بخل بورزه. با توجه به اینکه سلام از نامهای خدای تبارک و تعالی، وقتی جبرائیل امین نازل میشد خدمت پیغمبر اکرم، جبرائیل عرض میکرد یا رسول الله، حق تعالی سلام خدیجه را رسانده است، سلام الله علیها. حضرت خدیجه میفرمود هو السلام، خداست که نامش سلام و سلامتیه، یعنی ذات بی عیب و بی نقصه. هو السلام، منه السلام، او خالق سلام و سلامتیه. و الیه یعود السلام. خود پیغمبر اکرم هم وقتی جبرائیل سلام خدای عز و جل را خدمت پیغمبر اکرم تقدیم میکرد، آقا رسول الله می فرمودن هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام. سلام نام خدای تبارک و تعالی است، اما آدم بخیل از سلام کردن و از ذکر نام خدای عز و جل به زبانش این چی؟ این خودداری بکند. این از نشونه های انسان بخیله. اگر که اجازه می فرمایید ادامه انشاءالله در خدمتون هست، جلسات عادی در خدمت بینندگان عزیز باشیم، با توجه که وقت قسمت دوم برنامه فرا رسیده. در خدمت میشم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند الا و من احب علیا كتب الله له براءة من النار و جوازا على الصراط و امانا من العذاب. آگاه باشید که هر کس علی علیه السلام را دوست بدارد، خداوند برای او براءت و دوری از نار و آتش، جواز عبور از پل صراط و در امان ماندن از عذاب دردناک الهی را نوشته است. انشاءالله که خداوند همه ما را در ولایت و محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ثابت قدم بدارد. الهی آمین. در قسمت دوم انشاءالله پاسخوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. اولین سوالی که مطرح کردن این هست که هنگام شک در عدد رکعات نماز، آیا می توانیم نماز را قطع کنیم و از اول آن را به جا آوریم؟ وقتی شک برای انسان حاصل بشه، باید انسان فکر کنه ببیند که چجور حل میشه، نتیجه این شک چیه. اگر به جایی نرسید، خب میتونه این نماز را رها کنه و مجددا نماز را از سر نو شروع کنه. و بهتر از این حالت اینه که قانون معالجه شک را یاد بگیره، علم به مسائل شکیات انسان پیدا کنه. این بهتر از اون است که انسان نمازش را قطع کنه و از سر نو نماز خودش را بخونه، یاد بگیره که شک
در نمازهای دو رکعتی این باعث باطل شدن نمازه. شب در نماز سه رکعتی باعث باطل شدن نمازه. شکی که قابل علاجه این در نمازهای چهار رکعتیه، به شرطی که پایه یک در کار نباشه. مثلا شک میکنه آیا دو رکعت خونده بعد از سر بلند کردن از سجده، شک میکنه که آیا این رکعت دومشه یا رکعت سومشه. قانون شک میفرماید بنا را بر بیشتر بگذاره، بگید انشاءالله من سه رکعت خوندم، نمازش را تمام میکنه، یک رکعت دیگه تمامش میخونه، نمازش را تمام میکنه، بعد سلام نماز یک رکعت نماز احتیاط بخونه، این علاج کرده مورد شک را. یا اینکه اگر شک کرد مثلا دو رکعت خونده یا چهار رکعت خونده، خب اینجا بنا را بر بیشتر بگذاره، بگید انشاءالله چهار رکعت خوندم، سلام نماز را که داد بعدش دو رکعت نماز احتیاط بخونه. بنابراین کسی که در عدد رکعات نمازهای چهار رکعتی انسان اگر شک کرد، کسی اگر شک کند میتوند از این نماز دست برداره و از نو شروع کنه. اما بهتر از این اینه که به فرمول شک و به قانون شک عمل کنه و عالمانه نماز بخونه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. علمش انسان باید بیشتر بکنه. بله. پرسیده شده که آیا یک خانم میتواند از مقاربت و مجامعت شوهر خودداری کند؟ نه، حق ممانعت ندارد. زن باید در تمکین همسرش باشه، همسری که نفقه او را میپردازه، مگر اینکه عذر شرعی این زن داشته باشد، مثلا ایام عادتشه یا در حال نفاسه یا اینکه در حال احرام محرم هست یا فعلا بیماری داره و به خاطر بیماری نمیتوند مقاربتی داشته باشد. بنابراین اگر عذر شرعی داشته باشد میتونه از مجامعت و از مقاربت همسر ممانعت بکنه و الا حق ممانعت نداره. بله. پرسیده شده که حکم فرو بردن اخلاط سر و سینه برای شخص روزه‌دار چیست؟ مادامی که به فضای دهان این اخلاط سر و سینه، مادامی که در فضای دهان نیامده باشد اشکالی نداره، فرو بردن آن اشکال نداره. اما اگر رسید به فضای دهان باید آن را انسان بیرون ببره، خارج کنه، نه اینکه فرو ببره. بله. و پرسیده شده بچه ای که شب عید فطر هنوز به دنیا نیامده است، آیا زکات فطر بایستی به او داده بشه؟ چون هنوز متولد نشده و نانخور انسان حساب نمیشه، نه زکات فطر به او تعلق نمیگیره، اگرچه خوبه و مستحبه. هنوز به دنیا نیامده، مثلا بناست یک روز دیگه یک ساعت دیگه بناست به دنیا بیاد، اما هنوز به دنیا نیامده، دادن زکات فطر برای او و برای سلامتیش خوبه، مستحبه. بله. و پرسیدن که اگر نانخور انسان اهل نماز و روزه نیست، آیا بایستی زکات فطره برای پرداخت بشه و حکمش چه می شود؟ بله، انسانی که خودش غنیه باید برای تمام کسانی که نانخورش حساب می شوند به ازای هر کدام باید زکات فطره بده. حالا نانخورهای او مسلمان باشند یا غیر مسلمان، روزه بگیرند یا روزه نگیرن، به تکلیف رسیده باشن یا به تکلیف نرسیده باشن، تمام کسانی که نونخور او حساب می شوند برای هر کدامشون باید یک سا، یعنی 3 کیلو گندم یا 3 کیلو جو یا 3 کیلو خرما یا 3 کیلو برنج برای هر کدوم حساب کنه، یا خود طعام رو بده یا مبلغش رو بده به شخص فقیر مسکین. بنابراین نانخور لازم نیست حتما مسلمان باشه که زکات فطره او را بدیم، حتی اگر غیر مسلمان هم باشه، چون نانخور ما هست باید
برای او زکات فطره میدیم. بله، پرسیدند که به خاطر بیماری امروز نتوانستم روزه بگیرم، کفاره آن چقدر است؟ کفاره ندارد. کسی که بیماره و نمیتوند روزه بگیره فعلا روزه نگیره، و من کان مریضا او علا سفرین فعدتون من ایام اخر. چون الان بیماره فعلا روزه نگیره، بعدا وقتی سلامتی رو به دست آورد انشاءالله اون روزه رو قضا کنه، کفاره نداره. بله، پرسیدند که چه کسی بایستی کفاره بده؟ کفاره دو قسمه، یه وقت کفاره غیر عمدیه، یعنی کسی روزه میخورد غیر عمدی، این کفارش چیه؟ مثل کسی، چه کسانیه؟ پیر مردها و پیر زنها، کسی که بر اثر کبر سن، پیر مرد، پیر زن که توان روزه گرفتن را ندارند، روزه گرفتن برای اونها مایه عسر، مایه حرج، این کفاره غیر عمدی به گردنش هست، یعنی باید یک مد طعام به ازای هر روزی که روزه نگرفته، یک مد طعام یعنی 750 گرم نان یا آرد به شخص فقیر مسکین باید بده، یا خانومی که آبستنه و نزدیک زایمانشه و نمیتونه روزه بگیره به خاطر این جهت، این باید یک مد طعام رو به عنوان کفاره بده، کفاره غیر عمدی. همچنین خانومی که بچه شیر میده و شیرش کمه، اگر به واسطه شیر دادن بخواد روزه بگیره، این روزه مثلا باعث کم شدن شیر او می شود، باعث ضعف او می شود، اینجا مجاز است که روزه نگیره و کفاره غیر عمدی یعنی همون یک مد طعام رو به شخص مسکین بده. اما یه وقت انسان از سلامتی بهره میبره ولی عمدن روزه میخوره، این شخص اگر روزه خورد باید کفاره عمدی رو بده، یعنی برای هر روز یا باید علاوه بر قضا 60 روز روزه بگیره که 31 روز آن پی در پی باید روزه بگیره، یا به 60 مسکین باید طعام بده. بله، بسیار ممنون و متشکرم از پاسخ شما و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که امشب هم با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.